قسمت طالبی ممنون میشم. با سلام و درود. خب من صحبتم رو از با یاد مادرم و مادران خاوران میخوام شروع کنم، چون مادران یاران ما بودن، یاران به حقی که همیشه در کنار فرزندانشون با شور و شوق بسیار تلاش کردن و زنده نگه داشتن یادشونو، هنوزم در تلاش هستن. چه آنان که این جهان را ودا گفتن، چه آنان که هنوز در حال حیات هستن، همچنان مبارزه می کنن برای افشاگری. مادر من 4 زخم عمیقی با خود از این جهان برد، زخمی به غایت خیلی عمیق که هرگز ترمیم یافتنی نبود. فرزند کوچیکش رضا در کردستان با گلوله دشخیمان خلقها کشته شد و همانجا دفن شده. فرزند دیگرش التفات با ناجوانمردی تمام با یک گلوله در چشمش به دست پاسداری کشته شد و همینطور که اشاره کردن زیر پل زیبا شهر پرت کردند. فرزند دیگرش عادل سال 67 در زندان اوین همراه با دیگر همقطارانش اعدام شد. مجید داماد او، همسر من، سال 67 در اوین اعدام شد. این سرنوشت زخم‌های مادر من بود. مادرم وقتی می‌دونید که زنای آذری بیاتی‌های خاص خودشونو دارن، مخصوصا وقتی عزیزی از دست میدن، اونم در چنین شرایطی، دلم می‌خواد همونطور که شعرهای اینجا سروده شد، مادرم وقتی خبر عادل را شنید یه چنین بیاتی با خود گفت و گریه زاری کرد و به زبان آذری گفت: الان من عاشقم هر آیلار، هر آیلار هر ایلر، الان جلاد الانده دیلون کمی هر آیلار. از اونجایی که عادل همیشه تو صحبتاش تکیه میکرد ملت، مردم، توده ها، مادرم گفت: آیا باز ملت را فریاد زدی؟ و از اینجا من گریزی میزنم به مقاومت هایی که در واقع مقاومت یکی از اصلای این ششمین گرد همایی هستش. مقاومت مادران اشاره میکنم به حرکتی که در میدان آرژانتین داشتن برای افشاگری بعد از 67. شاهد من مینا اینجا تشریف دارن. 3 روز در جلوی حقوق بشر، ساختمان حقوق بشر میدان آرژانتین، مادران تحصن کردن. گالندوپل اومده بود اون سال برای افشاگری و ما اونجا نشست کردیم، ده نمکی با وانتی که همراه داشت و به اضافه پلاکارت ها و عکسایی که گویا ترور شده بودن یه تعدادی از اونا، همراه حمله کردن به خانواده ها. من خودم یکی از اون کسایی بودن که زنجیر گرفتم. مادران همچنان مصمم بودن که نامه ها و عکس هایی که در دست داشتن به دست گالندوپل بدن. البته متاسفانه داده نشد و نامه ها و عکس ها و نوشته های مادران به دست رژیم افتاد به شکل خیلی عجیبی. مادر منو بازجویی ها خواستن و من را همینطور. هیچ اون لحظه یادم نمیره که چگونه از بازجویی در اومد مادر من. واقعا وقتی خبر مرگش رو من اینجا شنیدم، فقط برای اون لحظهش گریه کردم. این مقاومت یکی از مادران بود که اون لحظه با چه شکلی از زیر بازجویی.
من البته هی 5 دقیقه رو اشاره میکنم، ولی دلم میخواد خیلی مسائل رو مطرح کنم، اشاره بکنم به فعالیت هایی که ما در تشکیلاتمون داشتیم. میدونین که بعد از ضربه پذیری کمیته تهران راهکارگر، راهکارگر به 4 بخش تقسیم شد. کمیته هایی در هر ناحیه به شکل فعالی کار کردن که یکی از این برنامه ها این بود که نشریه‌ای در کمیته‌ای که من با مجید بودم به چاپ برسونه. این نشریه به نام پیک چاپ شد. واقعا به صورت ابتدایی مجید شابلونی جوهری تهیه کرد، با دست در تو خونه ها این نشریه به چاپ رسید و به شکل ورقه آ4ی که تابی شد، شبا ما اینو همراه با مجید به چاپ می‌رسون. 11 شماره اون دوره ما این نشریه رو چاپ کردیم و به عناوین مختلف پخش می‌شد در ناحیه‌های پایین شهر و کارگری. دوست دارم اینجا از دوستی یاد کنم که مقاومترین و مصممترین انسان‌ها بود که در دوره شاه و همینطور در دوره جمهوری اسلامی یاد کنم. اونم دلیل اینش که من مستقیم با این دوستمون، رفیقمون کاری نکرده بودم، کار تشکیلاتی، ولی روزی یه قوطی کبریتی به دست من رسید از طریق دوستی که سر قراری برم. تو این قوطی کبریتی که باز کردم دیدم نوشته شده بود که تو ورق کوچیک اندازه کف دست نوشته شده بود که 2 عدد کاموای سفید با 2 عدد انار در یک کیسه نایلونی همراه خودت سر قرار میبری و کسی که سر قرار میاد از تو سوال خواهد کرد که این کاموا رو از کجا خریدی. من منظورم اینه که چقدر تضادها رو در همین نکته های قرار، سر قرارها هم این دوستامون به نمایش میذاشتن. از من گفت، نوشته بود که از تو سوال میکنه این کاموا رو از کجا خریدی، تو باید جواب بدید که از خیابان مهناز. من همونجا مهناز رو به اسم مستعار خودم قرار دادم. کسی که این نوشته رو به دست من رسونده بود به من بعدها گفتش که این کسی که این نوشته رو داده بود برای تو سر قرار بردی، رفیق یوسف اللهیاری بود، یادش گرامی، که یکی از محکمترین، مصممترین، هم دوره شاه هم دوره جمهوری اسلامی مقاومترین در زیر شکنجه ها بود. اونجور که گویا در اوین تو درمانگاه برده بودن، شکنجه ای که شده بود با وجودی که خودش در شدیدترین شکنجه ها به سر می برده، دوستایی که زیر شکنجه به همون درمانگاه آورده بودن به اونا کمک میکردن. اونایی که در درمانگاه دیده بودن و شاهد بودن چگونه همراهی میکرد، روی زانو تو سطح اتاق میرفته به بچه هایی که شکنجه شده بودن و خیلی وضع روحی بدی داشتن کمک میکرده. اینم دوست داشتم به یادشون. یه یادی هم از همین حمید همسر مینا بزاوی هم، ما تو ملاقات هامون با هم آشنا شدیم و میخوام بگم که خانواده ها تلاش بی حدی کردن برای نجات بچه. مینا یه بار به من گفت اسمت، یکی رو من پیدا کردم، میتونیم پول بدیم بچه ها رو از اعدام. ما میدونستیم هم مجید هم حمید اعدام بهشون خورده، بچه ها رو از اعدام بیارم پایین با پول یه کاری بکنیم، یه پست داری بدیم. من قبول کردم. خود مینا 500,000 تومان با چه فلاکتی به دست آورده بود داده بود به طرف، منم 700,000 تومان که بقیهش رو بعد از اینکه حکم اینا پایین بیاد بهشون بدیم. که متاسفانه گویا این سازمانی بود که جمهوری اسلامی برای خانواده ها به دام انداختن خانواده ها قرار داده بود و این بعدها حالا داستان طولانی داره، تونستیم موفق بشیم که به یه نوعی مسئله رو حل کنیم.
من دوست دارم از عادلم، برادر عادلم بگم. الان یکی از قبل از من یکی از دوستان راجع به خانه کارگر صحبت کرد. کارگری عادل تو زمانی که خانه کارگر دست کارگرها بود، سه روز اعتصاب غذا تو زمان بازرگان، دولت بازرگان که اون موقع فروهر فکر کنم وزیر کار بودش، سه روز اینا اعتصاب کردن و تونستن که خواسته های کارگری رو، یکی از سازماندهان دهندگان بزرگ جنبش ما بود عادل. حیف که یه همچین کسایی رو ما از دست دادیم. متاسفانه وقت من تموم میشه. دوست دارم رضا رو، رضا خیلی کمک های ظریفی بر ما، اون گرافیک خیلی وارد بود، خیلی اوایل انقلاب انواع اقسام عکسای گرافیک صمد بهرنگی، لنین، مارکس رو به روز شیشه ها گرافیک کرده و جلوی دانشگاه، حتی سازمان فدایان اون موقع تو پیشگام نمایش گذاشته بوده این عکسا رو، به فروش میرفت کمک مالی. این از روزه برای کمک چاپ رنگی نشریه داخل کمیته ما، رضا پیشنهاد داد که من میتونم جلدشو به صورت رنگی آرم و تیتر نشریه رو براتون، ولی انقدر زمان برد این رنگ کردن که ما تعطیل کردیم. همون رنگ سیاه‌سفید گفتیم ما قبول داریم، نمیخوایم رنگی بکنیم. اینم از رضای ما. دوست دارم اینم بگم چون همه سوء استفاده کردن. مینا یه بار، من بعد از آزاد شدن و حالا اخراج و اینا، مغازه‌ای تو خیابان بهار خیاطی باز کردم که دوستامو بکشونم. مینا یه بار، یادش بخیر، چه سالهایی رو گذرم، مینا بچه ها در کشوی آهنی داشت میکشیدن، بچه ها وارد که میان، من میگفتم حتما یه خبری یا اعدامه یا یه برنامه. یه بار مینا کشیده اومد گفت اسمت بیا. گفتم کجا میخوایم؟ گفت پروین و مراسم هستش، پروین آب کناری، بریم خونه مادر آب کناری. یاد پروین ها و پروین ها گرامی باد. اینم میخواستم اینجا نکته بود که البته مطالبم زیاد هستش، یاد خیلی ها رو اینجا یادداشت کردم، متاسفانه وقت کمه و بچه ها اشاره میکنم. مرسی از امیدوارم تونسته باشم برسونم. ممنون.